السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به کانال افغان کوکینگ آشپزی افغانی خودتان خوش آمدین. امروز برتان یک غذای ملی قزاقی در نظر دارم که به حساب در افغانستان قابلی پلاو مشهور است. در اوجه امی غذا مشهور است به نام بشبرمق هسته. خدا کنه خوشتان بیه. مواد لازمه برتان ناشته کردیم. بر ما 1 کیلو گوشت گوسفند کار است، البته 3 قاشق تا 4 قاشق کلان نمک. نمک و گوشت به هم گد میکنیم، البته برای 24 ساعت در یخچال میگذاریم خوب اخته شود. بعد از اینکه اخته شد 1 ششتن میکنیم در آب سرد که نمکش کم شود. بعد از اینکه ششتیم یخنی مندازیم. ما براتون این طرز یخنی را یاد داشت کردیم و نوت خمیر را ماندیم. البته یخنی را هم عزیزان ما یاد دارن انشالله که میتونن. فعلا 3.5 گلاس آرد گرفتیم، 1 دانه تخم گرفتیم برای خمیرش، 1 گلاس آب برای ما کار است، 3 قاشق روغن، روغن مایی، 1 قاشق چایخوری نمک، 1 قاشق کلان شکر برای ما کار است. اما مواد یک جای می سازیم و 1 خمیرک سخت، نسبتا سخت آماده می سازیم. فراموش نشه که 3.5 گلاس آرد است، 1 گلاس آب است، 1 دانه تخم، 1 قاشق کلان شکر، 1 قاشق خرد نمک و 3 قاشق کلان روغن در کار است. مدت 1 ساعت 2 ساعت خمیره کنار میگذاریم. فعلا 1 ساعت 2 ساعت گذشت. حالا خمیره میگیریم و از ماشین آش میکشیم، نازک انوارش میکنیم و آل قسمی که میبینین امی یخنی ما تقریبا 3-4 ساعت سرش در گاز پخش پخته کردیم گذشت و گوشتاش هم میکشیم. استخوان‌ها رو از گوشت دور میسازیم، صرف به ما گوشتش کار است، استخوانش رو اصول میکنیم، دور میکنیم و فعلا در یخنی 1 دانه پیاز ریزه کردیم. مدت 3 دقیقه 2 دقیقه 50% نرمش میکنیم، باز در رویش مندازیم. حالا فعلا گوشت رو که میبینین هنوز از استخوان جدا نکردیم، باید بکنیم. خمیره رو انبار کردیم و این زغالی آخریست، 4 زغاله شد و نواسگک هم کمک میکنه. خندولک شیرینک سمیه جان نام داره دیگه. فعلا به حساب زغالی 4 است. این هم گوشت جدا کردیم از استخوانش، به حساب آمادی صرف کردن میباشه در وقتی که بهش برمقه کشیدیم. فعلا زغالگه کار به این شکل از خانه 6 ماشین کشیدیم، یعنی آخرین خانه ماشین 6 است. آرد میپاشیم که به هم نچسبه، به این شکل به این اندازه برش میکنیم، یعنی اندازی خاص نداره، یک کم کلانتر خورتر مهم نیست. پیاز 3-4 دقیقه جوش دادیم و بعد 3-4 دقیقه میکشیم شد از بین یخنی و خطر کیر در روی بهش برمق مندازن دیگه. آله ایزغالی آخری رو برش میکنیم، تقریبا 3.5-4 پتنوس پیش پرمخ از ما به حساب خمیر آماده شد و 1 ساعت پیشتری رو میکشیم که کمک خمیر قاق شود دیگه. به حساب 1 ساعت پیش از پختنی رو میکشیم، میمونیم که قاق شود کمکی دیگه. آله یخنی ما آماده است. وقتی که در جوش بود دیگه بازمی خمیرکا را دانه دانه مندازیم به خاطر که یکی به دیگه نچسبه، جدا جدا پخته شود دیگه. اما خمیره را به می شکل علاوه میکنیم در دیگ خود. مدت 3 دقیقه یا 2 دقیقه یا بیشتر یا کمتر جوش میدیم، نرم نمی کنیم زیاد. 80% نرم شود بس است، 20% دیگه نباید نرم شود، باز خمیر میشه، کمک سختتر باشه خوب است دیگه. حال در حالت جوش دادن هستیم، به حساب همین 2-3 دقیقه ما را منتظر هستیم که بخیر دیر شوه. باز امرای جولیگک صافش میکنیم در بین بشقاب خود، مثل پلاور میکشیم. بسیار زیاد غذای با مزه و خوشمزه است، ما خوش داریم. تقریبا امرای گوشت قاق پخته میشه، اینا امرای گوشت اسب پخته میکنن، ما امروی گوشت گوسفند پخته می کنیم. بسیار خوشمزه میه چون 24 ساعت گوشت نمک می باشه، تقریبا مزی گوشت قاقه می تر دیگر.
یخنیشم جدا در کاسه میکشن، به حساب نوشجان میکنن و ایره جدا. بسیار زیاد یک غذای مزدار و لذیذ است. تک انشالله که برتان آماده بسازین، حتما باز کمینتایتان نوشته کنین که خوشتان آمده یا چطور. ما بسیار خوشم آمیه. و این پیاز است که از ما یکمک زیاد جوش خورد، شما زیاد جوش ندین شه. ایام به حساب شبت است یک دستگک و گوشت است که ریزه کردیم. اینا گوشت کلان کلان مندازن، ما یکم خوردتر ریزه کردیم شه به خاطر که در لقمه برابر باشن دیگه. آل دروی امی خمیرک و به حساب بش برمق میچینه میشه. خب سعی پتش میکنیم امروی گوشت به خاطر که این مردم هم بسیار گوشت خوش دارن، مثل افغان ها وارستن دوست دارن زیاد گوشت دیگه. واقعا با گوشت همه غذا خوشمزه میشه. فعلا این پیاز کارا میچینیم، از ما یک کمی نرم شد بازم یادآوری میکنم شما 50% نرم کنین دیگه. فعلا تزیینش کردیم امروی شبت، بسیار واقعا خوشمزه آمده. حتما انشالله برای خودتان دوستایتان آماده بسازین. این غذایی است که برای میمانای خود اکثرا آماده میسازن چون تکلیف زیاد داره، یعنی خمیر کردن یا پا پختنش سخت است یک کمکی، خمیر رو به هم نچسب و نازک باشه و خوشمزه باشه و آب و نمک و همه جور باشه. نگال با اجازیتان من یک تستش میکنم، باز مزیش براتان میگم چطور است. گرچه قبلا گفتیم که بسیار خوشمزه است، بازم واقعا مزه دار است. خوشم آمدک. اگر خوشتان آمده این ویدیو لایک و سابسکرایب فراموش نکنین، با دوستای نازنینتان شیر کنین. از حمایتتان، از کامنتای بسیار خوبتان تشکری میکنم. تا ویدیو بعدی شما رو به الله مهربان میسپارم. خداوند یار و مددگار همه ایتان.